دزدان دریایی و ماجراهایی با دانشمندان فیلم جدید انیمیشن بریتانی است. فیلم ماجرای یک ناخدای دزد دریایی انگلیسی با شرکت هیو گرانت است. این فیلم انیمیشن محصول مؤسسه آردمان، تهیه کننده مجموعه معروف والیس و گرومت است و تهیه آن بیش از یک سال طول کشیده. دستاندرکاران این فیلم درباره چگونگی ساخت این فیلم دیدنی و بسیار تکنیکی توضیح می‌دهند. مالز گولا درباره فیلم 45 میلیونی در لیون فرانسه می‌گوید فیلم به لحاظ جنبه‌های فنی بلند پروازانه‌ترین پروژه فیلمسازی ما بود. جلوه‌های ویژه استودیوی آن بسیار زیاد، تعداد بازیگران هم بی‌شمار. سعی کردیم فیلم تا اونجایی که ممکن است خیره کننده و تماشایی باشد. در مؤسسه آردمان معمولاً با 200 کارمند و عامل اجرایی ساختن یک انیمیشن 3 ماه طول می کشد، ولی ساخت این فیلم برای این مؤسسه پیشرفته با معروفیت جهانی با یک گروه 320 نفره 1.5 سال زمان برد. پیتر لورد، کارگردان و از صاحبان مؤسسه، میگوید بیننده یک محصول و ساختار فوق‌العاده زیبا روی صحنه می‌بیند، یک فیلم واقعی که می‌تواند با آن زندگی کند و از آن لذت ببرد، یک تجربه فراگیر و خوشایند به خصوص از نوع سه‌بعدی آن. کار انیمیشن برای باز و بسته کردن دهان شخصیت ها و یا در واقع حرف زدنشان خودش یک کار عظیم بود. برای تلفظ حروف صدادار و بی صدا استودیو بیش از 6000 قطعه انیمیشن ساخت. بعد در فیلم برداری فیلم های معمولی حاصل کار دوربین در یک روز 4 دقیقه است. همزمان 40 صحنه را فیلم برداری می کردیم. یکی ممکن بود حادثه‌ای باشد، یکی غمگین، یکی نمای نزدیک، یکی کمدی و خنده دار. ولی باید بدانی کدام صحنه چطور در کجای فیلم جا می افتد. نبض کار را در دست داشته باشی. واقعا یک شطرنج سه‌بعدی است. فیلم دزدان دریایی در ماجرا با دانشمندان از 28 مارس 7 فروردین در همه دنیا در اکران است.